اینجا ما کلن داریم به سبک زندگی اجدادون زندگی میکنیم، هیچ چیز به عنوان ماکت نیست. رسیدیم دم در بومگردی علی ملا شاه، بریم داخل تا با اینجا آشنا شیم و یه روز زندگی در طبیعت و روستا رو با هم دیگه تجربه کنیم. سلام. زارعی، زارعیان، نوه علی ملا شاه. مزرعه علی ملا شاه، دهستان تنگ چنار، شهرستان مهریز، استان یزد. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. مگر توضیح خواسته باشم بدم، این مزرعه حدود 30 کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله داره و 30 کیلومتر هم مرکز شهرستان با استان. اینجا ما کلن داریم به سبک زندگی اجدادون زندگی میکنیم، هیچ چیز به عنوان ماکت نیست. ما اصلا برگشتیم به اجداد خودمون با چیدمان، تیپ، وسائل و حتی اصطلاحات قدیم و حتی ضرب المثل های قدیم ها توی مجموعه داریم کار میبریم. اینا که میبینید بهش میگن چنده، که قدیم تو سردابا یه خونه نصب میشده، گوشت یا کشک میذاشتن این بالا که تو راه نباشه، حیبونی چیزی بهش دست نزنه. مهمون سر زده که می اومده خونه یه طرف، به طرف ما گفته که چی تو چنته داری که بیاری برا ما نهار یا شام یا یک وعده غذایی درست کنی. حتی این سیاهی که میبینید حدود 300 سال خدمت داره و حتی این تپوهایی که میبینید ما توش سبزی خشک حبوبات ها میذاریم، برای حتی سبزی هایی که ما خشک میکنیم و داخل تپو میذاریم به همون سبک قدیم، که حتی الان شما میگید که یک غذایی با سبزی باشه، ما از همین سبزی خشک برای شما غذا درست میکنیم. بفرمایید. این اتاق همه چیزش باز به سبک قدیم هست. کف اتاق گاگلیه، تزئیناتش هم همون چیزایی که دارید میبینید و حتی چراغ موشی را بعد از 70 سال اینکه از دور در رفته را شما دارید میبینید. ما حتی بعضی وقتا همین را روش هم میکنیم، شب که انشالله در خدمتتون باشه ما چراغ را خاموش میکنیم، با چراغ موشی بشینید که اصطلاحا حس و حال شما را برگردونیم به گذشته 70 سال پیش. یا حتی وسایلی دیگه که شما اینجا میبینید، این کیسه گوشتون یا کیسه ای که باش گوشت میخریدن، چند تا حسن که داره که پلاستیک به طبیعت بر نمیگرده، چشم بهش نمیفتیده، وصله ای که رو این میبینید و اعتمادی که بین قصاب و مشتری بوده. این علامت ها را اگر امروزیش کنم که بچه های امروزی متوجه بشن نیم کیلو یا یک کیلو میگیم، ولی قدیم ما گفتن 100 درهم 2 زی و 25. تازه تازه گوشت میخریدن، پرکمه شده، قصاب به بچه شما میگفته به بابات بگو چوب خطش پر شده. اینه که الان هنوز خیلی هم زربور بسلش ها میدونن که میگن چوب خط پر شده، فلانی چوب خطش پر شده، ولی بر باب این بوده که به کیسه گوشت وصل میشده و میرفتن باش گوشت میخریدن. Thank you.
ما اجاق آتیش بکنیم، چایی هم کنار اجاق میذاریم و به همون سبک قدیم کسایی که میان اینجا یک روز، دو روز، سه روز تا چند روز میمونن و کلن برمیگرده حس و حالشون به قدیم، که حتی ظرفای قندم به همون حالت و حتی ما چایی هم را به سبک قدیم میدیم دست مشتری همون کسایی که میان اینجا. الان ببینید خونه های امروزی که گفتم همش با مدرنیته، با کابینت، قندونای مدرن. قطعا خونه مادر بزرگای ما یه میخی کنار اجاق بوده و یک دوله قندون که اصطلاحا یا توش قند نبات یا کشمش یا خورما بوده. دول بهش میگیره. بله، یک میخی کار کابینت و قندونای امروزی رو انجام بده. اینا میذادن کنار این، هیچ مزاحمتی هم نداشت. هر وقت می‌خواستن که چای بخورن اینا میذاشتن و باز میکردن و چایشون رو می‌خوردن. قند اینم نون خشک نبات توت خشک. در این فضای بسیار عالی دلیلش چی بود حالا برگشتین راه اندازی کردین به این سبک زندگی؟ اگر تو ذهنتون فرض کنید 20 دونه زنجیر، یکیش به خاطر هوای تمیز، غذای ارگانیک، ساده زیستی، مهمون نوازی، از همه مهمتر اون فرهنگی که ماها داشتیم، یزد و حتی استانهای همجوار مثل شیراز، اصفهان، کرمان، کسایی که میان اینجا برمیگردن به 50 سال پیش میگن ما خودمون به همین سبک خونه پدرامون و خونه پدر بزرگامون هست. دستون در نکنه ممنون مرسی خیلی قشنگه بفرمایید دستون در نکنه خب بیان شما هم بخورین دیگه ما منتظر پسر هستم بگن ما خیلی کسا میمونه اون با هم غذا میخوره یکی از خوشمزه ترین کشک بادمجونایی بود که خوردم. دوغم آوردن داخلش رو ببینه، دوغ گوسفندی. اوه اوه اوایل پاییز
چون زعفر اون یه گیاه خیلی کم آبیه. ما آبش میدیم که اصطلاح هم بیدار بشه. بعد روی زمینم را یک شنکشی چهار شاخی میکشیم که تقریبا روی زمین سوس بشه که اون گیاه زعفر اون راحت تر بیاد بیرون. الان یه بار باید انجام بدید؟ بله دیگه، ما الان یک بار آبش میدیم، بعد دیگه میره تا پیازا گلا در میاد. برداشت که کردیم این دفعه دیگه یکی یا دو تا دیگه آبش میدیم، میره دیگه تا سال آید. سال دیگه. خب ما خواهم اینو کرا بیچینمش. چطوره؟ چه عطری داره؟ عالی. ببینه؟ عطرش در اینجا میاد. بشینید. شمام تنگ چنار. اینو بهش بگم مرد خونه یا اون مرد خونه اصطلاحا. قدیم سر گلای گوسفند می اومدن چند تا چوب می‌زدن، اصطلاحا سرش رو با هم می‌بستن، تهش هم می‌ده رو زمین. خار یا چوب یا هیزم می‌ذاشتن روش و یک سایه بونی تو این می‌شده. تو اینم این بار هر وقت که می‌خواستن مش بزنن یا کشکی چیزی درست کنن یه سرپناهی بوده براشون. بفرمایید. سرتون مواظب باشید. وسط این یه سوراخی بوده که اصطلاح هم دود در بره. پایین اینم را می اومدن یه حالت اجاقی درست میکردن که بهش میگن چهار سنگ. چهار سنگ یعنی چهار تا سنگه. میبینه وسط این آتیش میکنن، اینا داغ میشه، بعد اون چوپونی که میخواد تو اون صحرا زندگی کنه آرتی داشته خمیر میکنه و نونش رو به این سنگ ها میزنه تا پختشه و همینجا مشک میزدن و یه جورایی اتاقشون بوده، ولی خیلی ساده و مختصر با چند تا چوب. اصطلاح امروزی میشه بگی بیشتر شبیه به کپر هست، ولی مرد خونه یا مرد خونه که تو گله داره برای چوپوناشون درست میکردن که استفاده کنن. درخت توت سال اول باید پیوند بشه، چون اگر پیوند نکنیم گل توت نمیاره. الان اینا پیوند شده، این پیوند ها ما پیوندش که کردیم، الان اینا رو میزنیم که اصلا آفتاب بخوره تو سرمایه زمستون این پوسا قوی بشه. برایان یک و دو و سه و چهار و پنج تا از پیوند ها در رفته دیگه. انشالله این آسالی دیگه توت میاره، ولی که قبلش بود توت نمیورد. نام شلغمه.
شام امشب اونم خانم آقای زارعیان زحمت کشیدن. اشکنه بله. با خوراکنابی اشکنمون با سیب زمینی پیاز تف میدیم توی روغم، بعد سرخ که شد ادباشو بهش اضافه میکنیم، رب گوجه، گوجه خشک و آب بهش اضافه میکنیم، تخم مرغ اضافه میشه، چند قول که زد آماده. با نون خشک تلیت میکنن میخورن دیگه. با نون خشک خوشمزه. میری سارا مزه کنم اونم. انشالله که خوشمزه است. شکلش جالب و خوبه. تنقلات به سبک قدیمی اینجا ها آقای زاهدی. بله دیگه، شما بیدید اومدید اینجا که یک روز متفاوت کلن برگردید به اصطلاح هم 50 سال پیش. سرگرمی و تنقلات قدیم که میگفتن نخود کشمش. بله یا ما اینجا حالا اینه دیگه، تقریبا هوا سرد میشه، غروب که میشه میم تو اجاق آتیش، حالا تا چند رو دیگه کرسی هم میذاریم و تنقلات هم سعی میکنم که همون چیزای طبیعی، ارگانیک و ساده و مقوی باشه. یعنی شما اینجا هستید بودن خواهی بادومی میاریم جو کم بادوم میشکنیم، هم دیدنی میکنیم هم از این بادوم استفاده میکنیم. بفهم چی شیعه میتونید بخونید؟ یه چیزی ها بیرم رسید حتی چقدر نزدیک؟ نه آره دیگه معلوم میشه کامل. آره نوشته کاملا مشخصه، ولی اینکه خیاطی کنن سخته واقعا. اینم نفتونی بوده که کنار چراغ موشی بوده، یعنی این چراغ موشی را شاید با این نفتونیش 15 شب استفاده میکرده. شام اونو میگن شوم، غروب آفتاب شامشون هم خوردم. ساعتای امروزی 8 یا 9 شب میشینیمه کردم با همین چراغ. شما فرض کنید میشه 2 ساعت یا 3 ساعت 2 ساعت این چراغ روشن کنید هر شب، ببینید چقدر نفت مصرف کنید. بعد اون چراغ نفتونه کنارش هم دوباره نفتش میکردن، یعنی این دوتا را شاید در حدود 15 روز استفاده میکردن برای روشنایشون. عجب خوابی بود. آبم دیشب آقای زارعیان گذاشت کوزه برامون دم در. ماست زده میخوایم کرش رو جدا کنیم. برای اینکه دوغای توی کره را بگیریم یکم آب سرد داخل کاسه میریزیم، بعد ماسکا را بیرون میاریم. این همون کره ولی محلی بهش میگم ماسک. اینا را کامل ورزش میدن جور که دوغای کام توش بیرون بیاد و ترش نباشه.
امروز میخوام براتون مشتک درست کنیم که با نون خوش، گردو، پیاز، پنیر درست میشه. به عنوان یک میان بعد استفاده میشه. برای مهمونامون که میان درست میکنیم. قشنگ نونامون که نرم شد، نفع گردو پیازا بهش اضافه میکنه. باز میکوبمش. گردو را اضافه میکنه. پنیر را اضافه میکنه. بلند کن، قشنگ بلند کن. باید میزدیم سارا درست میگه. ولی تا اینجا میاد بالا آدم خسته میشن. ماشاءالله بهتون. این الان کاوه گل روسا مخلوط کردیم که میگیم کاخاک. اینا آمادش میکنیم، آب میذاریم توش، یک هفته میذاریم بمونه، کاگل کوف بندازه. بعد باید بیای دور همش بزنی و لغت کنی با پا، توش محکم بزنی، خیلی تو این را بری، بوده 2 ساعت 3 ساعت که این کا و گل خش بشه. بعد بکشم رو پشت اونو بدنایی که سمت بادبارون هست، بودن تا 2 سال 3 سال میره. خود 2-3 سال یک بار باید دوباره کاگل کنیم. اتاقا رو هم بهتون نشون بدم دیگه. آخر کاری یکی از اتاقا هست اینجا، کفقا به همش هم سرویس هم آخر داره، تمیز و مرتب. دوتا هم اینجا هست. اینجوریه. داریم میریم از تنگ چنار. اینجا هم بریم چنار تنگه رو بهتون نشون بدم. یه درخت چنار این اسمی که اینجا هست، آقای زارعیان گفتن به خاطر این چنار بوده که تنگ چنار اسمشو گذاشتن. دلم نمیخواست اونجا بریم. این یه شب که آدم با قشنگ چند شب بمونه، من که دوست داشتم قشنگ چند شب دیگه باشه. خیلی خوب بود، انقدر خونگرم بودن، انگاری که مثلا چندین سال بود میشناختمش، انگار نه انگار از یه شب مثلا اونجا اقامت داشتیم. خیلی خوب بودن، واقعا مهربون، عالی بودن، عالی، خیلی خوب بودن. هرچی بگیم کمه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما اینجا رو، آیدیشون هم توی آیدی اینستاگرامشون هم برای که تماس باشون میگیرید توی توضیحات میذارم، حتما بیاید و لذت ببرید. درخت چنار تنگ چنار قدمتش حدودا چیزی که آقای زارعیان گفتن حدود 1500 سال تخمین زدن. اینم آب قنات چناره، قدمتش بالای 1200 ساله، طولش هم 900 متره. متاسفانه سری آشغال هم اینجا ریختن. جمع کنیم و بریم. نریزید آقا، نریزید دیگه. هر سری تو همه ویدیو ها میگم لطفاً خواهشاً احترام بذاریم کنار این چنار زیبا و بزرگ. همین یه ذره جا این همه آشغال داشته، اینجور تمیز سره بهتره، قشنگ تره، یا آشغال بریزیم.
مثل همیشه امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. دمتون گرم که تا الان با ما همراه بودید. منتظر ویدیو بعدی از شهر زیبای مهریز هم باشید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیو دیدنی های شمال استان فارس و هنر منبتکاری آباده که بالای صفحه گذاشتم رو هم ببینید. Thank you.